سلام من نیکه هستم و اینجا آی قصه هست امروز یه مهمونی رو دعوت کردم که خیلی خیلی شغل جذابی داره سلام آقای پازوکی، لطفا خودتون رو معرفی کنید با سلام نیکی دختر گلم من عبدالرزا پازوکی هستم خلبان بازنشسته ایرانیر و همکتون هم خلبان یکی از شرکت های هواپیمایی شما وقتی بچه بودین دوست داشتین چی کارشین؟ اه خب اه ما تو ورامین زندگی میکردیم یه دوستایی بود تو ورامین و هواپیمای سمپاچ میآمدن سمپاچی میکردن مزاره رو که در واقع حشرات موزی ما رو نخورن اون موقع از صبح که این هواپیما پرواز معمولا صبح زود بود از صبح زود ساعت پنج صبح که آفتاب میامد میرفتم کنار این فرودگاه باید میستادم خیلی کوچیک هم سال تو بودم شاید مدرسم نمیرفتم یک دو تا شغل رو دوست داشتم یکی خلبانی یکی افسر پلیس و پلیس اداره آگاهی رو این دو تا شغل رو خیلی دوست داشتم که خلبان شدم بار. از بچگی دوست داشتم بار. چطور شد که خلبان شدی خب بعد که بزرگ شدیم خب اوایل من پیش از انقلاب بود بعد بعد از انقلاب شد انقلاب شد سال 1057 و دانشگاه ها تعطیل شد بعد بعد از سال 50 سال ما رفتیم سربازی و بسیج و جبهه و سال 61 یه آزمون خلبانی گرفتن که خب تو اون آزمون من شرکت کردم بین 2000 نفر حدود تقریبا 100 نفر قبول شدن مرحله اول از اون 100 نفر نه نفر رسیدیم به مرحله در واقع نهایی که خلبان شدیم در واقع یکی از تا شما بودید یکی از اون نهتای اون دوره دورهای مختلفی خلبان میگیرن همیشه آزمون برگزار میکنن بین آزمون ها چک پزشکی خیلی سختی داره آزمون زبان انگلیسی داره هوش داره و بعد از اون در نهایت میرن برای خلبان نظر تو من میتونم خلبان بشم همه میتونن خلبان بشن شک نکن دخترم شک نکن همه میتونن گفتم شرایطش اینه که جسم سالمی داشته باشن بعد فیزیک بدنی سالم درسشون خوب باشه یکی از درسایی که من میخوام حتما چون تمام کتابای دخترم این هواپیما به زبان انگلیسیه چون این صنعت از یه جای دیگه وارد که پس انگلیسیشون از اول باید یه مقدار انگلیسی رو. نه اینکه اگه فقط انگلیسی باید باشن خلبانی بلدن نه اینجوری باشه تمام کشور انگلیس همه میتونن خلبان باشن نه ولی یک کلیدی که درو بیای تو این اتاق کلیدی زبان انگلیسیه چون کتاباش به اونجوریه ولی تو هم 100 درصد میتونی خلبان بشی ما الان داریم خلبان خانوم داریم تو کشورمون تو کشور خودمون که تو ایرلان مختلف مسافر جابجا جا میکنه هم کمک خلبان هم سر خلبان هم دانشوی خلبانی دختر پسر بل داریم برای کودک لالایی چی بلدین آقای پوزوکی؟ من گایی آقا سه تا نوه دارم یعنی دو تا, دو تا بچه دارم یه پسر دارم یه دختر دخترم بزرگتر شوهر اونم خلبانه بعد دو تا بچه از اون دو تا پسر از اون دارم پسرم هم خلبانه بعد یه پسر کوچولو هم از این دارم گاهی اوقات که میان خونه ما معمولا پدر بزرگا اینجوری هم شما اگه زیاد چلوغ نکنین میان خونمون مثلا خوب خوشحالیم بعد که دیگه تمام جنس همه چیره به هم میریزین تمام قابل مره و متکاره میزنین و همه کار میکنین یه شباش دوست داریم یا بخوابین یا با ما بابا برین بعد مثلا گاهی بغلشون میکنم و مثلا لالایی میگم چرا یه دونه لالایی بردم لا 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 گل بابا اینجوری رو میخونم تا خوابشون بره آقای پازوکی من یه بار که توی یک اه اه رفته بودیم خارج از کشور داشتیم برمیگشتیم تهران با هواپیما وقتی این هواپیمای سقوط کرد نمیدونم چی شد حالت تعبا گرفتم برای همین وقتی خارج شد خب با حال بعد ازش بیرون اومدم نمیدونم چرا اینطوری میشه این حالا سقوط که نکرد اگه خدای نکرد سقوط کرده بودی که خب دیگه به اصلا نبودی الان اینجا هوا ما که از زمین بلند میشه دخترم اه... چند تا مورد باید توجه کنی یکی این که اون آب نبات و شکلاتی که همکارای مهموندار من بهتون میدن اونو یه دفعه نخورید کم کم آب بدیدش چرا ببین ما از سطح زمین که میریم بالا حالا یه خود فرق میکنه فشار هوا کم میشه دیدی شم جاده شمال رفتید مثلا رو کوه ها که میرسیم بعد به پای میشه گوشاتون میگیره مثلا میریم هم جاده چالوس که میریم میریم سمت شمال ما هم میریم بالای کو بعد میریم کف دریا دیگه چون اینجا تهران 4000 پا از سطح دریا بالاست اونجا میریم میریم کف دریا میریم بالا هرچی از سطح زمین میریم بالاتر مولکولای هوا از هم بازتر میشن وقتی مولکولا بازتر میشن ما تو گوشمون یه شیپور استاشه اینجاست پرده گوش اینجوریه بعد موقعی که میریم بالا این گوش که به بیرونه فشار هوا کم میشه فشار هوا اینور بیشتره پرده چی میشه قوس پیدا میکنه به اینور از استخوانهای های چ... چکشی و سندانی جدا میشه و صدا رو شما گوشتون گوشت میگیره باب دنت که قورت میدی گوشه باز میشه چرا اون شیپور استاش تو گلو جا یه دفعه اینجوری باز میشه فشار بیرون و داخل فشار داخل یکی میشه پرده گوش دوباره صافا میسه دوباره صافا میسه استخوان چکوشی و صندلی اونی که حالا ها. این میشه پس برای گوشتون پس آب نباته که همکار مهمون داره و خانم یا آقا بهتون میده میز تو دهنتون آروم آروم مک میزنید تا هاپ میره پرواز میکنه میده. اینی که حالا تعو بهتون دست میده همون تو که بهت گفتم دخترم میتونه ما چه معمولا بلند میشیم یه ضرب که نمیریم تهران که اینجوری یه پیچی میزنیم مثلا شما خونتون که میخوایم برین کرج دو تا کوچه ها رو میپوچیم بعد میفتیم تو اتوبان میریم ما جاده همون بالا اتوبانه دو تا پیچ میزنیم از مثلا یا از کناره فرودگاه قلعه فرودگاه فرودگاه شیرازی جای بلند میشیم الله کوها بعد میفتیم تو جاده اصلی این دو تا پیچی که میزنیم میتونه اگر مثلا گوش شما معمولا حال تعو باید چی دست میده یه ای باز تو گوشه که اون هی تکون تکون میخوره شما حال تعو بهتون دست میده معمولا سعی کنید بال توی هواپ ما یه مقدار کمتر غذا بخورین قبلش که میخوایم تا مثلا تا هتل صبونه اینقدر میخوریم 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 بعد میریم توی هواپ ما بعد خب یه دفعه وسط بالا یو بعد ناراحت هم نشین چون اصلا دیدی اونجا کیسه میزنیم برای همین کار داری. فکر نکنید که شما مثلا اگه ای این کار فقط من کردم نه ما اصلا میدونید نگاه کنی جلوی سندلی ها همه یه دونه داری. کیسه هست برای این کار داری. پس این کار برای همه امکانش هست اتفاق بیفته خود ما تو کوچیک مثلا تو هواپنگ یه موتوره شاید بود ولی بعدها نه دیگه آقای کاپیتان پازوکی رسیدیم به بخش خداحافظی دیگه خیلی خوشحالم که شما در برنامه من حضور داشتین خیلی خوشبخت شدم که با شما و راجع به شغلتون یه اطلاعاتی جمع کردیم با بچه های توی خونه خدا نگهدار آقای کاپیتان پازکی خیلی منم خیلی خوشحال شدم اومدم تو برنامهتون افتخار کردم که اومدم مرسی از اینکه منو دعوت کردین منم از بچه ها خداحافظی میکنم انشالله که همیشه سالم باشن این شغلم جذابیت و مشکلات خودش رو داره ولی برای همه بچه ها امکانش از خلبان بشن و من هر موقع خصوصا بین مسافرهای ما بچه ها و کودک ها همیشه از جایگاهی بالاتری برای ما برخوردارن یعنی من خلبان اگر نگاه کنید ما معمولا از سمت چپ هواپیما شما سوار میشید حتما خلبان داره نگاه تون میکنه و بچه ها رو واقعا به چهره هاتون نگاه چون همه اونا ذوق دارن برای خلبان یه دستی تکون بدن من همیشه موقع که بچه ها چه پایین توی صف وایسادن بیان بالا چه بالا هستن دارم یا حتی مثلا من میام بیرون گاهی اوقات باهاشون صحبت بکنم همه بچه ها دوستان یه دست کن. من از همینجا با همه بچه های خوب کشورم دست تکون میدم انشالله تو پروازا ببینمتون ان شاءالله خوبی داشته باشید تو هم دختر گلم انشاءالله که موفق باشی خیلی خوشحال شدم که منو تو این برنامهتون دعوت کنیم افتخاری بود برای من که کنار شما بودم خدا نگهدار